So the deaths of dozens of young men across 11 states and 25 cities were declared accidental drownings, but now new surveillance video puts them back in the headlines. It's called the Smiley Face Killer. That case has become front page news again. There's a lot more to it than we know. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز قراره راجع به یه تاپیکی صحبت کنیم که در واقع تئوریه و ثبت نشده. مطمئن نیستیم که همچین چیزی درسته یا نه، ولی انقدر تئوری قویه و انقدر تئوری معروفیه که خب خیلی‌ها معتقدن که همچین چیزی وجود داره و همچین اشخاصی واقعا وجود دارن. اول از همه همینجا بگم که اگه دارین این ویدیو رو نگاه میکنین، ویدیوی بعدی که بعد از این قرار بذارم هم حتما نگاه کنین، چون یه جورای مرتبطن. خیلی کم حالا اونجوری نیست، ولی خیلی خوب میشه که اولین رو ببینین بعد اونو ببینین. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم بگم که اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردین، همین الان این کارو انجام بدین. با این کارتون خیلی بهم کمک میکنین. یه کامنت انگلیسی هم بذارین اگه میشه و این ویدیو رو هم لایک کنین. اگه دوست داشتین بریم بقیه ویدیوامو ببینین، اگه ندیدین همین دیگه بریم سراغ ویدیو. این تئوری راجع به قاتل یا قاتل‌های سریالی به اسم The Smiley Face Killers و خب این یه تئوری، مطمئن نیستیم که واقعا همچین چیزی باشه. و این تئوری توسط دوتا کارگاه بازنشسته نیویورکی به اسم کوین و انتونی مطرح شده. طبق این تئوری قاتل یا قاتل‌های اسمایلی فیس مقصر بیشتر از 100 تا پرونده غرق شدن توی آمریکا هستن که یه سری وجه مشترک دارن این قربانی‌ها با هم دیگه. همه این قربانی ها پسر و مردهای بین 18 تا 30 سال هستن، همشون سفید پوست هستن، افراد محبوبی هستن، به دانشگاه میرن و کلن توی درس و زندگی خیلی موفقن. و یه چیز دیگه اینه که همشون به یه بار یا پارتی جایی میرن و بعد گم میشن و خب بعد جسدشون پیدا میشه توی رودخونه، دریاچه، کلن توی آب. بیشتر این قربانی‌ها ورزشکار هم هستن و خب اکثرا دانشجوان، زندگی موفقی دارن و اونجوری نیست که بگیم حالا تو زندگیشون اتفاق بدی داره میفته یا دشمنی دارن. کلاً یهویی قربانی اسمایلی فیس کیلرز میشن و کشته میشن و بعد چند وقت جسدشون توی آب پیدا میشه. دلیل اینکه چرا به این قاتل‌ها یا قاتل میگن اسمایلی فیس اینه که نزدیک جایی که این قربانی‌ها جسدشون پیدا می‌شده همیشه یه چهره اسمایلی فیسی با رنگ کشیده می شده یا کلان یه جوری حالا نمایش داده می شده. کنار این شکلک ها بعضی وقتا یه کلمه هم نوشته می شده که اون کلمه سینسینیوا بوده که به زبان قدیمی آمریکایی میشه راتل سنیک. توی بدن اکثر این قربانی ها دیت ریپ دراگ پیدا می شده که این ماده هیدروکسی بوتانویک اسیده که در واقع یه موادیه که توی نوشیدنی یا غذا ریخته میشه و معمولا وقتی که یه نفر میخواد به کسی تعرض کنه یا تجاوز کنه این کارو میکنن و باعث میشه که فردی که این میره وارد بدنش میشه یه مدتی از خودش بیخود بشه، گیج بشه، نتونه روی پای خودش وایسته و حتی فراموشی کوتاه مدت بگیره. مصرف زیاد این مواد باعث میشه که فرد بیهوش بشه یا حتی جونش رو از دست بده. مخفف این ماده GHBه که خب در طول ویدیو بهش میگیم GHB، پس بدونین که چیه. به نظر میاد قاتل یا قاتلای اسمایلی فیس یک گروه یا گنگن که از سال 1997 توی آمریکا دارن این قتلا رو انجام میدن و کسی هم نتونسته بفهمه که اینا کیان. بیشتر پرونده هایی که حالا یه جورایی مرتبط میتونستن باشن به اسمایلی فیس کیلرز تا الان مرگ تصادفی اعلام شدن و پرونده هاشون بسته شده. فقط دو تاشون مردر اعلام شده و پرونده هاشون بازه. حالا با همدیگه بریم ببینیم که چند تا از این قربانی ها اصلا چه اتفاقی براشون افتاده و چی شد که به اینجا رسیدن و اسمایلی فیس از کی شکل گرفته. ولی قبلش دوباره میخوام تاکید کنم که این فقط یه تئوریه، خیلی هم معتقدن که وجود دارن این افراد، ولی خب این دیگه بستگی به دیدگاه خودتون داره. آخر این ویدیو میتونین برام کامنت بذارین که معتقدین همچین افرادی وجود دارن یا نه. اولین قربانی پاتریک مکنیل 21 ساله است که دانشجو بوده و فوریه سال 1997 توی نیویورک سیتی ناپدید میشه. پاتریک آخرین بار با دوستاش توی دپر داگ بار منهتن داشتن نوشیدنی میخوردن و این آخرین بار بوده که پاتریک زنده دیده میشه. اون شب پاتریک خیلی مست میکنه و این در حالی بوده که پاتریک ورزشکار بوده و خیلی
نوشیدنی هم نخورده بوده، ولی جوری بوده که انگار خیلی مست شده و حالش بد میشه، حتی بالا هم میاره و به دوستاش میگه که چون فردا صبح زود کلاس داره میره خونه تا بتونه استراحت کنه که فردا صبح سر حال باشه. پاتریک پیاده به سمت خونه حرکت میکنه چون خونش مثل اینکه خیلی هم دور نبوده و پیاده میتونسته بره و همینطوری توی راه بالا هم میآورده. ولی پاتریک تنها نبود، برای اینکه یه سری شاهدا وجود دارن که میگن که یه ون مشکی دنبال پاتریک بوده و هر وقت که پاتریک وای میستاده بالا بیاره اونم وای میستاده و همینجوری دنبالش میکرده. طبق گفته شاهدها توی اون ون یه زن و یه مرد بوده. افرادی که این ون رو دیده بودن یه سری مشخصات از این ون ارائه داده بودن به پلیس، ولی خیلی دقیق نبودن و پیدا کردن همچین ماشینی با این مشخصات کم خیلی سخت بود و خیلی هزینه بر بود، برای همین پلیس این قضیه رو پیگیری نمی‌کنه و هیچکس دنبال این ون نمی‌گرده. تا 2 ماه بعد از اون شب پوستر پاتریک به عنوان فرد گم شده توی همه جا زده می‌شد و همه دنبالش می‌گشتن، تا اینکه 50 روز بعد 7 اپریل جسدش توی یه رودخونه 12 مایل دورتر از جایی که آخرین بار دیده شده بوده پیدا میشه. نظریه پلیس این بود که پاتریک خیلی مست شده و همینطوری راه رفته و به اون رودخونه رسیده و اینقدر مست بوده که نفهمیده و توی آب افتاده و غرق شده. ولی خب این تئوری خیلی مشکل داشت. اول از همه این بود که وقتی میزان الکل داخل بدن پاتریک رو بررسی کردن و به 50 روز قبل برگشتن و محاسبه کردن که چقدر الکل توی بدنش بوده اون موقع، فهمیدن که اصلا اون میزان الکل باعث این مستی شدید که توی آب بیفته و غرق بشه نمیتونسته باشه، چون اونقدر زیاد نبوده. ولی خب اینکه چرا انقدر بالا می آورده و حالش بد شده بوده رو نتونستن بفهمن. دومیش این بود که جسد پاتریک توی آب تاق باز افتاده بود و این یه شکل غیر معمول توی غرق شدنه، نه اینکه غیر ممکن باشه، ولی خب خیلی غیر معموله و معمولا افراد پشت میافتن، یعنی صورتشون روی آب میمونه. یه چیز مهمتر این بود که از گردن تا کمر پاتریک جای سوختگی و ضربه بود که اینا مال قبل مرگ پاتریک بودن و مثل اینکه مثلا توی این مدت پاتریک جایی بوده مورد آزار قرار گرفته و بعدن کشتنش و بعد توی آب انداختنش، برای اینکه حتی جسدش جوری نبوده که انگار 50 روز توی آب بوده باشه و کمتر از 24 ساعت بوده که توی آب افتاده بوده. همینا باعث میشد که کوین کاراگاه این پرونده معتقد بود که کوین قطعا به قتل رسیده و این اتفاق تصادفی نمیتونه بیفته و تئوریش همین بود که اون شب چه نوشیدنیش احتمالا موادی ریخته شده و همین باعث حال بد پاتریک میشده و احتمالا اون ونی که دنبالش بوده پاتریک رو سوارش کرده و بردتش توی این 50 روز شکنجه شده، حالا یه اتفاقی براش افتاده نگهش داشته بودن، بعد میکشنش و بعد توی آب میندازنش. این اتفاق 23 یا 24 سال پیش افتاده ولی هنوز مشخص نشده که چه اتفاقی برای پاتریک افتاده. تاد گیب 22 ساله جولای 2005 گم میشه و جسدش 21 روز بعد توی دریاچه میشیگن پیدا میشه. تاد شب آخری که زنده دیده شده توی یه پارتی بوده و پلیس میگه که احتمالا مست شده به سمت دریاچه رفته و بعد افتاده توی آب و غرق شده. یه سری چیزا راجع به این پرونده هم باعث میشد که به این فکر کنیم که شاید این اتفاق تصادفی نبوده باشه. اولیش این بود که جسد تاد جوری نبود که انگار 21 روز توی آب مونده باشه و در واقع کمتر از 24 ساعت بود که توی آب افتاده بود. پس تاد اون شب نیفتاده بوده توی آب. ولی خب این پرونده بسته میشه و مرگش هم غرق شدگی اعلام میشه. یه چیز دیگه که خیلی عجیبه راجع به این پرونده اینه که جسد تاد توی آب ایستاده بود. انگار که وایستاده توی آب و اگه مثلا یکی از دونیلیت فکر نمیکرد که طرف مرده، فکر میکرد که توی آب وایستاده. ولی وقتی جلوتر میرن میبینن که تاد مرده، عمودی توی آبه و حالا یه ویدیو یه عکس چیزی میذارم که متوجه بشین دقیقاً چه جوری بوده و این خیلی عجیبه و خیلی ترسناکه. فکر کنم مثلا توی دریاچه یهو ببینی یه نفر اینجوریه و مرده. حالا بیاین راجع به اسمایلی فیس بگم. نزدیک جایی که اینا پیدا میشن همیشه یه چهره خندانی پیدا میشد، ولی گرافیتی اسمایلی فیس از معمولترین چیزاست. یعنی شما همین الانم برین بیرون توی کوچه‌تون قطعاً یه دونه پیدا میکنین، همه جا هستن. اصلا دلیلی نداره که حتما قاتلی که مثلا اینا رو کشته اونو کشیده باشه، برای اینکه این چیزیه که خب حتی اگه به منم بگن برو یه چیز بکش، اولین چیزی که میکشم قطعاً همینه و خب خیلی چیز معمولیه و دلیل نمیشه که حتما حالا بر اساس همین چیز اسم اونا شده باشه اسمایلی فیس. در واقع وجه مشترک این قصه ها بیشتر این بود که این افراد پسر بودن، جوان بودن، محبوب بودن و خب دانشجو بودن، ورزشکار بودن و همشون گم شدن، پیدا می شدن بعد چند وقت و توی آب جسدشون رو پیدا می کردن. حالا
بچه مشترکشون همچین چیزی بوده، نه حالا اون اسمایلی فیسه. این یه چیزیه که حالا ربطش دادن به این موضوع و فکر نمی کنم خیلی چیز درستی باشه که حالا حتما اون قاتلا می اومدن همچین چیزی رو می کشیدن. داکوتا جیمز 23 ساله کاپیتان تیم شنا بود و حتی توی زندگیش خیلی خوشحال بود و خیلی هم باهوش بود. 25 جنوری سال 2017 داکوتا همراه دوستاش به داونتاون پنسیلوانیا میره و اونجا یه دوره همی داشتن. داکوتا تصمیم میگیره که از دوستاش جدا بشه آخر شب و بره خونه، ولی خب یه سری هم میگن که داکوتا رو از بار بیرون انداخته بودن برای اینکه خیلی مست بوده. آخرین تصویری که از داکوتا وجود داره مال دوربین مداربسته یه مغازه است که توش نشون میده که داکوتا آخر شب یه گوشه وایستاده و توی گوشیش داره یه چیزی رو نگاه میکنه و اصلا هم مست به نظر نمیاد. داکوتا وارد یه کوچه میشه و این آخرین باری بوده که داکوتا زنده دیده شده. 40 روز بعد جسد داکوتا توی رودخونه اوهایو پیدا میشه و دلیل مرگش هم غرق شدگی تصادفی اعلام میشه. البته که جسد داکوتا معلوم میشه که 40 روز توی آب نبوده، برای اینکه تازه توی آب رفته بوده و بدنش توی شرایط خیلی خوبی بوده با اینکه مثلا 40 روز توی آب بوده و حتی چون جریان اون رودخونه خیلی زیاد بوده داکوتا روی بدنش هیچ خراشی هم نیافتاده بوده به خاطر اون جریان. همین نشون میداده که تایم کمی بوده که توی آبه. توی گزارش کالبد شکافی داکوتا هیچ متنی راجع به این که روی گردن داکوتا جای زخمی یا چیزی هست وجود نداره، ولی پدر مادر داکوتا وقتی عکسای جسد داکوتا رو میبینن میبینن که روی گردنش یه سیاه شدگی مثل سوختگی هست یا مثلا کبود شدن و وقتی اینو گزارش میکنن و میگن که خب این چیه، چرا هیچ حرفی راجع به این زده نشده، پلیسا میگن که این لکه خونه، که خب این خیلی مسخره بود چون اگه لکه خون بود قطعاً به خاطر این تایمی که توی آب بود پاک میشد و هیچکس اینو پیگیری نکرد که اون چی بود. پدر مادر داکوتا اصلا باور نکردن که اون چیزی که روی گردن داکوتا بوده خون خشک شده است و معتقد بودن که داکوتا به قتل رسیده و بعدن توی آب انداخته شده. بعد اصلا داکوتا کاپیتان تیم شنا بوده. اگه واقعا توی آب افتاده حتی اگه خیلی هم مست بوده باشه بالاخره میتونسته یه جوری خودش رو نجات بده. بالاخره کاپیتان بوده. و هیچ نشونه ای از اینکه داکوتا سعی کرده که مثلا از آب بیاد بیرون هم دیده نمیشده روی بدنش. و اینکه حتی بعدا متوجه میشن که آبی که توی شورش های داکوتا بوده اصلا به اندازه نبوده که بخواد داکوتا رو غرق کنه. 11 تا شکلک اسمایلی فیس نزدیک جایی که جسد داکوتا بوده پیدا میشه. توی بدن داکوتا جی اچ بی هم پیدا میشه که این احتمالاً دلیل این بوده که داکوتا اون شب خیلی حالش خوب نبوده. البته که دوستای داکوتا میگن که 6 هفته قبل از این ماجرا هم به داکوتا مواد داده بودن، حالا اینکه کی داده بوده یا توی نوشیدنی ریخته بودن و کسی نمیدونه، ولی دوستاش میگن که تونسته خودشو به خونه برسونه و بعدش هم اوکی شده. سال 2005 جسد تامی بوث 14 روز بعد از اینکه آخرین بار زنده توی یه باری دیده میشه توی رودخونه پشت همون بار پیدا میشه، در حالی که اون رودخونه چندین بار بررسی شده بوده. جسد تامی در واقع 24 تا 36 ساعت بوده که توی آب بوده و توی بدنش جی اچ بی هم پیدا میشه، ولی خب مرگش تصادفی و غرق شدگی اعلام میشه. خب بچه ها اینم از این ویدیو بود از تئوری اسمایلی فیس کیلرز. انقدر پرونده های این قصد زیادن و خب خیلی شبیه هم، من گفتم که چند تا اصلی هاشو براتون بگم، من که بقیهشون هم در واقع همینان، ولی خب خیلی پرونده های زیادی بودن که مرتبط بودن به اینجور قاتل ها. ولی خب یه تئوری خیلی قویه دیگه، حالا شاید واقعا هم کسی وجود داره که همچین کاری داره میکنه از سال 1997، ولی اینم اینجا بگم که غرق شدگی سومین دلیل مرگ افراد آمریکاییه و خب خیلی این اتفاق میافته، ولی خب اینکه همچین اتفاق مثلا ناپدید بشن و اینجوری پیدا بشن کمتره. مرسی از اینکه ویدیو رو تا آخر نگاه کردین، حتما سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین، همین دیگه، بوس بهتون، خدافظ.